سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیزی که برنامه خودتان برنامه مکتب هادی را تماشا میکنید. شاگردای عزیز به درس کیمیای صنف هشتم خوش آمدید. از عالم پرسان شد که عامل موفقیت چی میتونه باشه؟ عالم جواب داد که عامل موفقیت چیزی نیست جز تلاش و تلاش و تلاش. یعنی 99% عامل موفقیت میتواند تلاش های ما و شما باشد. اگر یک مسیر یا یک هدف را با تلاش بسیار زیاد پیش ببریم، باعث میشه که ما 99% موفقیت به دست بیاریم. شما شاگرد های عزیز و نازنین قطعا با تلاش بسیار زیاد میتونید 100% موفق باشید. خب امروز فصل جدید را از کیمیای صنف هشتم آغاز میکنیم. فصل دوم کیمیای صنف هشت به آخر رسید. امروز وارد فصل سوم میشویم. درس اول از فصل سوم کیمیای صنف هشت را در خدمت شما عزیزان میباشیم. نمبر ارتباطی برنامه ما شما را از یاد نبرید. 20964-780-255-40-13 است که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید و سوال ها، پیشنهادات و یا کار خانگی خود برای ما روان کنید. موضوع این فصل در رابطه با روابط کیمیاوی است. ما در این فصل یاد خواهیم گرفت که عامل تشکیل روابط کیمیاوی چی میتونه باشه؟ چه قسمی اتم ها میتونه یک رابطه کیمیایی را تشکیل بده؟ و همچنان در این فصل شما با مفاهیم اصلی کیمیا، سمبول، فرمول و ولانس و همچنان اوکتید آشنایت پیدا میکنید. یاد خواهید گرفت که هر کدام از اینها چی معنا میده. و همچنان در آخر این فصل شما با انواع روابط کیمیاوی آشنایت پیدا میکنید که ما چند قسم روابط کیمیاوی داریم. خب شاگردای عزیز و نازنین، با آغاز درس اول از فصل سوم کیمیای صنف هشت با ما همراه باشید. در ابتدای درس می‌خواهیم یادآوری کنیم مفاهیم اصلی کیمیاوی را که در تشکیل روابط کیمیاوی بسیار مهم است. امروز ما می‌خواهیم مفاهیم سمبول، فرمول و همچنان ولانس با هم یک جای یاد بگیریم و کار کنیم که هر کدام چی معنا میده. در صنف‌های پایین‌تر شما با این مفاهیم به طور مختصر آشنایت پیدا کردین. امروز ما می‌خواهیم به طور پیشرفته‌تر و بیشتر با هم کار کنیم و یاد بگیریم. و اما سمبول چی است؟ سمبول یا علامت اختصاری یک عنصر میتونه باشه. شاگردای عزیز، ما وقتی که می‌خواهیم نام کامل انگلیسی یک عنصر را نوشته کنیم، بسیار زمانبر و وقتگیر میتونه باشه. به همین خاطر ما برای راحتی کار در فرمول‌های کیمیاوی، در روابط کیمیاوی از سمبول یا علامت اختصاری عنصر استفاده می‌کنیم برای نشان دادن عنصر مورد نظر. به عنوان مثال به عنصرهای زیر که براتون مثال زدیم دقت کنید: هیدروژن، کربن، فلورین. این سه عنصر میتونه که نام انگلیسیش برای شما نوشته شده. هر کدام از این عنصرها را بر روی تخت سیاه با هم کار میکنیم که چه قسمی ما میتونیم یک عنصر را به صورت سمبول یا علامت اختصاری آن نشان بدیم و نوشته کنیم.
خب مثال هایی که براتون آوردیم شاگردای عزیز و نازنین چی بود؟ هیدروژن بود که براتون اینجا نوشته میکنم. هیدروژن. نام انگلیسیش هم نوشته میکنیم. نام انگلیسیش هیدروژن. خب عنصر دوم کربن است. نام انگلیسی ها میشه کربن. عنصر بعدی فلورین. نام انگلیسیش خب حالا هر کدوم هم میاییم با هم کار میکنیم که چه قسمی میتانیم ای عناصری که براتون مثال زدیم هیدروژن، کربن و فلورین که نام انگلیسیش هم برای شما به طور کامل نوشته شده چه قسمی میتانیم به صورت سمبول یا علامت اختصاری نشان بدیم. خب با کلمه انگلیسیش دقت کنید شاگردای عزیز، ما برای اینکه نام کامل هیدروژن نوشته کنیم بسیار سخت است و بسیار وقتگیر و زمان بر. به همین خاطر حرفی اولی انگلیسی، نام انگلیسی آن را به صورت حروفی بزرگ نوشته میکنیم. پس میتونیم تنها فقط حرف اول آن را نوشته کنیم. این حرف اول نام انگلیسی عنصر مورد نظر با آن سمبول گفته میشه که هر کجا شما سمبول اجرا مشاهده کردین و یاد میارین که معرفی عنصر یا اتم هیدروژن میتونه باشه. عنصر کربن دقت کنید نام انگلیسیش نام کاملیشی است. خب بخوایم سمبول اون رو نوشته کنیم حرف اولی انگلیسی اون رو نوشته میکنیم به صورت حرفی بزرگ. این میشه سمبولی اتمی کربن. هر کجا شما حرفی انگلیسی سی را مشاهده کردیم نشان دهنده چی است؟ اتمی کربن. خب از اون بعد دقت کنید فلورین نام انگلیسیش به این صورت نوشته شده است. خب سمبول یا علامت اختصاری آن میشه حرف اولی نام انگلیسی آن که به صورت حرف بزرگ هم نوشته می شود. این میشه سمبول آن. هر کجا شما سمبول اف را مشاهده کردین بیانگر اتم یا عنصر چی است؟ فلورین. به این صورت ما میتونیم براحتی با کمک سمبول ها براحتی اتم ها یا عنصر ها را نشان بدیم. دیگه لازم نیست که ما حرفی انگلیسی کامل آن را نوشته کنیم. خب شاید این سوال به ذهنتون بیاید شاگردای عزیز که ممکنه که عنصر هایی در جدول دورانی یا دوره‌ای داشته باشیم که حرف اول انگلیسی آنها مشابه با یکدیگر باشه، یعنی هر سه یا چهار عنصر دارای حرف اول انگلیسی سی باشه، اف باشه یا هر حرفی دیگری. این قسم عناصر چه قسمی ما میتونیم سمبول آنها را نشان بدیم که از هم فرق هم داشته باشه. این قسمی عناصر که دارای حرف انگلیسی اول مشابه میباشد ما به صورت دو حرفه نوشته میکنیم. حرف اول انگلیسی آن را نوشته میکنیم نام انگلیسی آن را و حرفی دوم آن را به صورت حروفی کوچک. به عنوان مثال، مثال هایی که براتون آورده شده را با هم میخوانیم، بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و کار میکنیم که چه قسمی میتونیم سمبول آن را نوشته کنیم. خب مثال هایی که براتون آورده شده را چی است؟ عنصر کرومیوم است که نوشته میکنیم کرومیوم. نام انگلیسی آن هم نوشته میکنیم
خب عنصر بعدی، عنصر بعدی کلورین است. نامش نوشته میکنی نام انگلیسی؟ عنصر بعد کلسیم. نام انگلیسیان کلسیم. خب اگر دقت کرده باشین هر سه عنصر کرومیم، کلورین و کلسیم، هر سه عنصر حرفی اول انگلیسی اونها مشابه با یک دیگه می باشد. خب این قسمی عناصر حرفی دوم اون رو هم نوشته می کنیم که با هم فرق شود. خب به این دو عنصر دقت کنیم، کرومیم و کلورین، حرفی دوم آنها هم شبیه به هم می باشن، مشابه یک دیگر است. پس حرفی سوم آن را نوشته می کنیم. اول حرفی اول انگلیسی آن را به صورت حروفی بزرگ نوشته می کنیم، هر سه عنصر را. خب بعد از اینکه حرف اول را نوشته کردیم، چون دارای حرف اول مشابه می باشه به حروفی دوم سعی می کنیم. حروف دوم چون مشابه است پس نوشته نمی کنیم، حروفی سوم آن را نوشته می کنیم به صورت کوچیک. خب حرفی سوم چی است؟ آر. حرفی سوم کلورین، ال. کلسیم حرف اول سی نوشته می کنیم، حرف دوم چون مشابه به اینها نیست هم حرف دوم نوشته می کنیم به صورت کوچیک. خب پس سی آر شد سمبول کرومیم که شما هر جای سمبول سی آر را مشاهده کرد نشون دهنده اتمی کرومیم است. کلورین سی ال شد سمبولش، سی ال شد، و کلسیم سمبول آن سی ای شد. پس دیدید که عناصری که دارای حرف اول مشابه بود به این صورت با سمبول دو حرفه ما میتونیم که علامت اختصاری یا سمبول آن را نوشته کنیم و از هم فرق داشته باشه. مثال دیگه ای که باز برایتون آورده شدم که در آخر همین نوشته میکنم مشابه به همین می باشه، عنصر سدیم این مثال ها را به ذهنتان بسپارین که بسیار مهم است. خب سدیم رو هم به این صورت میتونیم نام انگلیسیش نوشته کنیم که در سلایت شما مشاهده میکنید، و هم به این صورت نوشته میکنیم که به این صورت دوم بسیار پرکاربردتر می باشه. عنصر نئون را داریم که مربوط به گازات نجیبه می باشد. نئون نام انگلیسیش به این صورت نوشته می شود، و سدیم همونطور که در سلاید مشاهده می کنید هم به صورت کلمه انگلیسی سدیم نوشته می شود، و هم به این صورت نام انگلیسیش نوشته می شود که صورت دوم پرکاربردتر می باشه که یک واژه یا کلمه آلمانی می باشد. خب آیا می خواهیم ببینیم که سمبول آن یا علامت اختصاری آن چه قسمی می تانیم نوشته کنید؟ چون دو عنصر سدیم و نئون که اگر دقت کنید دارای حرف اول انگلیسی مشابه می باشه، پس بنابراین سمبول آن به صورت دو حرفه نوشته می شود. سدیم حرف اول انگلیسیان به صورت بزرگ نوشته می شود. بعد از او حرف دوم آن به صورت حرف کوچک نوشته می شود. N A N A میشه سمبول اتمی سدیم. یعنی شما اگر هر جایی که سمبول N A را مشاهده کردین یادآور اتمی یا عنصر سدیم می باشد. نئون دقت کنید حرف اول آن چی است؟ باز N بزرگ نوشته می کنیم. حرف دوم انگلیسیان این میتونه باشه که N E. N E سمبول چی است؟ سمبول نئون هست. هر کجایی که شما سمبول N E را مشاهده کنید
یادآور اتم یا عنصر نئون که از جمله گازات نجیبه میباشه رو برای شما مشخص میکنه. پس این قسمی شما میتونید سمبول یا علامت اختصاری عنصرها را نوشته کنید که براحتی میتونید در تعاملات کیمیاوی یا روابط کیمیاوی از آنها استفاده کنید به جایی که نام کامل آن را نوشته کنید. تعریف یا مفهوم دوم که بسیار مهم است و در تعاملات کیمیاوی ما بسیار استفاده میکنیم و سر و کار داریم، فرمول ها میباشه. همین سمبول هایی که پیشتر براتون گفتیم شاگردا، اگر چندین سمبول با هم یک جای شوه برای ما فرمول را تشکیل میده. پس فرمول به مجموعه سمبول های عناصر یک مرکب گفته میشه. به عنوان مثال به مثال های زیر دقت کنید. هر کدام از مثال هایی که برایتان آورده شده یک نوع فرمول برای ما نشان میده. HCl, NaBr و BaCl2. هر کدام یک فرمول را نشان میده. حالا بر روی تخت سیاه با کمک هم یک جای میرویم کار کنیم که این فرمول ها چه قسمی سمبول ها را برای ما نشان میده. خب مثال هایی که برایتان آورده شده در سلات HCl، NaBr و BaCl2. خب دقت کنید به هر کدام از اینها فرمول گفته می شود که از مجموعه سمبول ها تشکیل شده است. به فرمول اول دقت کنید. فرمول اول از سمبول H تشکیل شده است و سمبول Cl. سمبول H نشان دهنده اتم هیدروژن است. سمبول H و سمبول Cl که نشان دهنده اتم کلورین میتونه باشه. پس از مجموعه دو سمبول تشکیل شده است. مرکب بعدی را دقت کنید. باز از دو سمبول ساخته شده است، سمبول Na که مربوط به اتم سدیم است و سمبول Br. سمبول Br سمبول Br مربوط به اتم برومین می باشد. مرکب بعدی از سمبول Ba که باریم برای ما نشان میده و سمبول Cl که باز مربوط به اتم کلورین میباشه. پس دیدید که فرمول ها از مجموعه سمبول ها تشکیل شده است. این میشه فرمول ها. نکته ای که در رابطه با فرمول ها از شاگردا، در فرمول ها در فرمول های کیمیاوی علاوه بر این که برای ما سمبول ها را نشان میده، برای ما تعداد اتم ها و نسبت اتم های مرکب مورد نظر را هم نشان میده. پس دقت کنید که فرمول ها برای ما هم سمبول ها را نشان میده و هم تعداد اتم ها و همچنان نسبت اتم ها. چه قسمی؟ شما در باز در مثال های بالا دقت کنید. در مثال اول HCl علاوه بر سمبول ها برای ما تعداد اتم ها را هم نشان میده. از یک اتم هیدروژن ساخته شده است و یک اتم کلورین. همچنان نسبت اتم ها را برای ما مشخص میکند. ما در این فرمول به نسبت یک به یک اتم هیدروژن و کلورین داریم. به ازای یک اتم هیدروژن یک اتم کلورین مشاهده میکنیم. در فرمول بعدی یک اتم سدیم یک اتم برومین. باز نسبت اتم ها یک به یک است. در فرمول آخر اتم یا عنصر باریم است
و کلورین تعداد اتم ها رو نشان میده. تعداد اتم های کلورین چند تا است؟ دو تا است. و اعدادی که در قسمت تحتانی و سمت راست هر سمبول نوشته میشه شاگردا، ما تعداد اتم ها رو برای ما مشخص میکنه. پس کلورین چی تعداد اتم دارد؟ دو تعداد. اما باریم یک دانه داره. ما یک رو در به عنوان زیروند در قسمت تحتانی سمبول ها نوشته نمی کنیم. هر جایی که دیدین که عدد نوشته نشده است به معنای یک تاسته. پس باریم تعداد اتم های آن یک تاسته، کلورین دو تا هسته. تعداد اتم ها رو برای ما مشخص کرده. نسبت اتم ها چی است؟ نسبت اتم های باریم و کلورین، دقت کنید، نسبت اتم باریم و کلورین یک به دو است. این قسمی نوشته میکنیم یک به دو. به این معنا که به ازای یک اتم باریم دو اتم کلورین در فرمول مورد نظر وجود داره و مشخص شده است. در این قسمت هم که یک به یک است، در فرمول دومی هم که نسبت اتم ها یک به یک است که این قسمی نشان میده. پس دقت کنید، یاد گرفتیم ما شما که در فرمول ها علاوه بر سمبول ها تعداد اتم ها و همچنان نسبت اتم ها را براحتی ما میتونیم مشخص کنیم و این اطلاعاتی هست که یک فرمول کیمیایی برای ما میده. خب شاگردا، تا به اینجا یاد گرفتین که چه قسمی میتونید سمبول را نمایش بدین و همچنان در فرمول های کیمیایی چه قسمی میتونید تعداد و نسبت اتم ها و همچنان سمبول اونها را تشخیص بدین و نوشته کنید. در ادامه میخواهیم که یک سوال که میتونه با عنوان کار خانگی هم با توجه به مطالبی که امروز ما شما یاد گرفتیم در کتابچه های خود انتقال بدین و این سوال را و کار کنید و به نمبری که در ابتدای درس براتون گفتم برای من روان کنید. سوال یا کار خانگی شما که انجام بدین این قسمی است که نسبت و تعداد اتم های عناصر در فرمول های زیر را پیدا کنید. مرکباتی یا فرمول هایی که برای شما داده شده است این قسمی است: نمک تعام NaCl، امونیا NH3، آب H2O، تیزاب گوگرد که H2SO4 میتونه باشد. اینها را با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین به کتابچه‌های خود انتقال بدین، حل کنید و به نمبری که برایتان در ویدیو درس گفتم روان کنید. خب مفهوم دیگه ای که بسیار مهم است در روابط کیمیاوی ولانس میتونه باشد که ما و شما میخواییم یاد بگیریم که ولانس چی است و چگونه میتونیم ولانس یک اتم را مشخص کنیم. اگر ساختار الکترونی یک اتم را شما ترسیم کنید به این صورت و الکترون های آن را بر روی سویه ها به این صورت قرار بدین، با سویه آخر یا مدار آخر قشر ولانسی گفته میشه شاگردا، و با الکترون هایی که در قشر ولانسی قرار گرفته الکترون های قشر ولانسی گفته میشود. اتم های مختلف در مرکبات مختلف به واسطه از دست دادن یا همو دادو گرفت، از دست دادن الکترون یا گرفتن الکترون یا به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر ولانسی یا قشر آخری خود در ساختار اتمی خود میتونه که تعاملات یا روابط کیمیایی را تشکیل بده. پس ولانس یا قشر ولانسی منطقه یا حصه یا مداری گفته میشه که اتم ها با دادو گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود انواع رابطه را تشکیل می دهد. حالا بسته به ای که الکترون دریافت می کند یا از دست می ده یا به اشتراک قرار می ده، رابطه های مخصوص به خود را تشکیل می ده که باز در درس بعدی به طور پیشرفته تر در رابطه با انواع رابطه ها با شما کار می کنیم و یاد خواهیم گرفت. پس ولانس شما یاد گرفتید. نکته ای که در رابطه با قشر ولانسی است که در درس های قبلا برای شما گفته شد ایست که ولانس های اتم های عناصر در عین گروپ با هم مساوی و یکسان است.
با عنوان مثال، عناصری که در گروه اول جدول دوره‌ای قرار گرفته است، در قشر ولانسی خود تمامی اتم ها دارای یک الکترون می باشد که در شکل هم در ساختار اتمی شکل برای شما نشان داده شده است. یا گروه چهاردهم یا گروه اصلی چهارم در قشر ولانسی یا آخری خود دارای چهار الکترون ولانسی می باشد که برای شما در اینجا مشخص شده است. یا گروه ابده به همین صورت در قشر ولانسی خود دارای هفت الکترون است. یا گروه هجده که گازات نجیبه هم می باشد، بجز اتم هلیوم که دو الکترون در قشر ولانسی خود داره، ما بقی اتم ها در قشر ولانسی خود دارای هشت الکترون ولانسی می باشد. پس فهمیدیم که ولانس های اتم های عناصر که در عین گروه قرار گرفته است با هم مساوی میتونه باشه. و همچنان این نکته را یاد داشته باشید و به ذهنتان بسپارید که تعداد الکترون های قشر ولانسی هر اتم مساوی است با نمبر گروپ عنصر مورد نظر. گروپ یک تعداد الکترون های ولانسیان یک، گروپ دو دو، گروپ سه سه و همینطور به گروپ های ابده و اجده که میرسیم، هر کدام دارای قشر الکترونی هفت و هشت میباشد. خب تا به اینجا شما یاد گرفتید شاگردا، یاد گرفتین که سمبول چی هست، فرمول چی هست، همچنان با مفهوم ولانس آشنایت پیدا کردین. حالا میخواهیم مبحث یا مفهوم جدیدی اوکتید را که در رابطه با تشکیل روابط کیمیایی بسیار مهم هست با هم کار کنیم که اوکتید چی است، به چی معنا است و اتم ها چه قسمی میتونه که به این حالت پایدار اوکتید برسن. اوکتید یا اسم دیگهش حالت هشت الکترونی، حالت هشت الکترونی که یک حالت بسیار پایدار است که اتم ها بسیار دوست داره که به این حالت پایدار یا حالت هشت الکترونی برسد. و برای رسیدن به این حالت هشت الکترونی یا الکترون های خود از دست میده یا الکترون دریافت میکنه یا که الکترون های خود به اشتراک میگذاره. به این سه طریقه میتونه که به حالت اوکتید یا حالت هشت الکترونی که یک حالت بسیار پایدار است برسد. حالا میخواهیم در ادامه با هم کار کنیم که چه قسمی عناصر میتونه به حالت اوکتید یا حالت هشت الکترونی برسه. به شکل زیر دقت کنید، اگر ما دو نوع اتم داشته باشیم، اتم ا و اتم ب، اتم ا را به ساختار الکترونی آن دقت کنید شاگردا، در قشر ولانسی خود که آخرین قشر می باشد دارای یک الکترون طاقه می باشد. خب برای که اتم ا به حالت اوکتید یا هشت الکترونی برسد، به این حالت می بینید که دارای در قشر ولانسی خود دارای هشت الکترون است. اگر به این حالت برسد باید الکترون طاقه خود که در قشر آخری خود داره را از دست بده. اما اتم ب را دقت کنید، به ساختار اتم ب در قشر ولانسی خود به طور مجموع دارای هفت الکترون می باشد. خب برای اینکه به حالت اوکتید یا هشت الکترونی برسه باید یک الکترون را دریافت کند. درست است که در این قسمت با یک دایره سرخ رنگ برای شما در اینجا نشان داده شده که الکترون را دریافت کرده. به این صورت میتونه که به حالت اوکتید یا حالت هشت الکترونی که پایدار است برسه. پس دیدید که اتم ا با از دست دادن الکترون و اتم ب با دریافت الکترون به حالت پایدار اوکتید رسید. قسم دیگه هم اتم های عناصر میتونه که به حالت اوکتید یا هشت الکترونی برسه. به این مثال دقت کنید. باز شما اگر دو اتم ا و ب داشته باشید به این صورت،
که هر کدام از اتم‌های A و B در قشر ولانسی خود دارای 7 الکترون باشد. به این صورت اتم B هم دارای 7 الکترون در قشر ولانسی خود باشد. خب هر کدام از اتم‌ها برای که به حالت 8 الکترونی یا اوکتت برسند باید 1 الکترون را دریافت کند. به همین خاطر دو اتم دو الکترونی طاقه خود را در این قسمت به اشتراک قرار میده. وقتی به اشتراک قرار میده شما مشاهده میکنید که در اتم A و اتم B هر کدام به طور مجموع در اطراف خود دارای 8 الکترون میباشد و به حالت اوکتت یا 8 الکترونی میرسه. پس در این قسمت هم شما مشاهده کردین با به اشتراک گذاشتن الکترون های طاقه عنصر ها یا اتم ها میتونه به حالت اوکتت یا 8 برسد. خب حالا میخواهیم یاد بگیریم با هم کار کنیم که عناصر در صورت باختن الکترون یا در صورت دریافت الکترون حالا میخواهیم با همدیگه کار کنیم و یاد بگیریم که عناصر چه قسمی در صورت باختن الکترون یا دریافت الکترون چه قسمی چارج را دریافت میکند. به طور کلی عناصر در صورتی که الکترون خود از دست بده دارای چارج مثبت میشه و اگر الکترون دریافت کنه دارای چارج منفی میشه. خب حالا میخواهیم که بر روی تخته سیاه با کمک هم یک جای کار کنیم که چه قسمی یک اتم دارای چارج مثبت و یک اتم دارای چارج منفی میشه. خب حالا بخواهیم ببینیم که چه قسمی عناصر با باختن الکترون و با دریافت الکترون دارای چارج مثبت و منفی میشود. به ساختارهای الکترونی زیر دقت کنید. ساختار دو اتم برای شما داده شده، اتم سدیم و اتم کلورین. خب اتم سدیم دارای نمبر اتمی یا تعداد پروتون‌های 11 میباشه و ساختار الکترونی هم به این قسم در قشر آخر خود یا قشر ولانسی خود دارای یک الکترون طاقه میباشد. خب برای اینکه به حالت اوکتت یا 8 الکترونی برسد باید الکترون طاقه خود از دست بده. وقتی که از دست میده به این صورت در میآید که در آخرین قشر خود دارای 8 الکترون میباشد که حالت اوکتت است. خب اتم کلورین دقت کنید، با ساختار الکترونیان در قشر ولانسی خود دارای چند الکترون است؟ دارای 7 الکترون میباشد. برای اینکه به حالت اوکتت یا 8 برسه و قشر ولانسیان دارای 8 الکترون شود باید یک الکترون طاقه دیگر دریافت کند. پس دیدید که اتم سدیم با از دست دادن یک الکترون به حالت 8 الکترونی یا اوکتت رسید و اتم کلورین با دریافت یک الکترون به حالت اوکتت یا 8 الکترونی میرسه. خب حالا میخواییم ببینیم چه قسمی دارای چارج مثبت و منفی شد. اتم سدیم دارای نمبر اتمی 11 یا تعداد پروتون های 11 میباشه با چارج مثبت. تعداد الکترون های آنه در قسمت بعد از دست دادن یک الکترون کلگی الکترون هاش در نظر بیرین چند تاسته؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10. تعداد الکترون های آن چند است؟ 10 است. تعداد پروتون های آن چند تا بود؟ 11. خب مشاهده میکنید که تعداد پروتون های آن با چارج مثبت یک واحد بیشتر از تعداد الکترون های آن با چارج منفی می باشد. به همین خاطر دارای چارج مثبت می شد. اتم کلورین دقت کنید، دارای نمبر اتمی 17 است یا تعداد پروتون های 17
خب بعد از اینکه یک الکترون تاقه را دریافت کرد و به حالت اوکتید رسید، مجموعه الکترون ها چند تاست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 و 18 تا. پس تعداد الکترون ها مساوی 18، تعداد پروتون های آن مساوی با 17. خب مشاهده میکنید که تعداد الکترون های آن با چارج منفی 1 واحد بیشتر از تعداد پروتون های آن با چارج مثبت میباشه. به همین خاطر اتم کلورین دارای چارج منفی میشه. پس یاد گرفتین که چه قسمی عناصر یا اتم ها با باختن الکترون و دریافت الکترون دارای چارج مثبت و منفی میشه. پس نتیجه این نتیجه گیری که ما شما میتونیم داشته باشیم یست که اتم در حالت عادی خونسا میباشد و در حالت خونسا تعداد پروتون های آن با چارج مثبت مساوی است با تعداد الکترون های آن با چارج منفی. وقتی که الکترون از دست میده دارای چارج مثبت، وقتی که الکترون دریافت میکنه دارای چارج منفی میشه. خب درس امروز ما به اینجا به اتمام رسید، به آخر رسید. میخواییم که خلاصه درس امروز که ما و شما با هم کار کردیم مرور کنیم. امروز ما و شما یاد گرفتیم که سمبول چی است، فرمول چی است، چه قسمی میتونیم فرمول و یا سمبول را نشان بدیم، فرمول چی اطلاعات را بر ما میده و همچنان یاد گرفتیم که حالت اوکتید یا 8 الکترونی چی است که یک حالت بسیار پایدار است که اتم ها کلگی اتم ها دوست داره که به این حالت برسه، یا با از دست دادن الکترون، یا با دریافت الکترون، یا به اشتراک گذاشتن الکترون به این حالت میرسه. بعد از او با هم مثال کار کردیم، یاد گرفتیم که چه قسمی یک اتم میتونه دارای چارج مثبت و منفی شوه. گفتیم اگر الکترون خود از دست بده دارای چارج مثبت، اگر الکترون دریافت کند دارای چارج منفی میشود. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما خلاص شد. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان باشد.